درخت گلابی رو وقتی که ما هرس میخواییم بکنیم، باید در نظر بگیریم که کدوم قسمت شاخه ها رو هرس بکنیم. اگر هرس اصولی باشه، درخت نه تنها از پادر نمیاد، بلکه شروع میکنه به شکوفا شدن، رو فرم اومدن. ببینید، اگر ما این شاخه های کوچیک رو که در فصل زمستون به حالت شاخه های خیلی کوچیک دیده میشه، اینا رو اگر ما هرس میکردیم، هیچ کدوم از این شاخه ها به گل نمی نشست. بخشی از شاخه ها اگر دقت بکنیم، ببینید این قسمت همجی که میبینید لخت عوره، جوونه نزده، همه اینا سرزنی شده است. اگر این شاخه ها رو دقت بکنید، همه اینا سرزنی شده است. ببینید تک تک اینا رو اگر نگاه بکنیم، همه سرزنی شده است. ولی اون اگر سرزنی نمیشد، تمام این درخت به همین شکل فقط برگ تولید میکرد. ولی وقتی که سرزنی میکنیم، باقی درخت به این ترتیب تبدیل میشه به شکوفه و گل، که در نهایت این شکوفه و گل میوه های این درخت قراره بشن. اگر اون نوک تاج درخت رو ببینید، ببینید تمام اینا سرزنی شده است. از اون بالا اگر بیاین چند سانتی متر پایین تر، تمامش ببینید برگه، ولی به فاصله خیلی کوتاه‌تری شروع کرده به جوونه زدن. یعنی اگر اون سرزنی ها اونجا انجام نمیشد، شاخه های بی رویه میخواست رشد بکنه، همش فقط بشه برگ، برگ بیهوده و بدون هیچ سودی برای درخت و خود باغ یا باغدار. پس وقتی که ما صحبت از هرس میکنیم، این قسمت رو اگر ببینیم، سر این شاخه اینجا هرس شده است. وقتی که همین شاخه رو اگه تعقیب بکنیم به فاصله پایین ترش، ببینید میاد دیگه میشه گل، و تا انتها همینجوری این گل ادامه داره که تا به میوه تبدیل بشه. ببینید تمامش اگه برین داخل درخت، کلن دیگه شده جوونه و گل و شرایط خوب برای میوه دادن. پس هرس نه تنها به درخت آسیب نمیزنه، بلکه درخت رو جوانتر میکنه، شادابتر میکنه. هدف از هرس درخت اینه که به درخت ما انرژی بدیم، درخت رو وادار بکنیم به تولید شاخه. یعنی الان اگر اون تاج درخت رو ما حداقل چیزی حدود 2-3 متر از اون بالا زده شده، همین مسئله باعث شد خواهد شد که در این فصل، در فصل رویش، این درخت در واقع یک طبقه وسیع اون بالا تولید بکنه. یعنی فیلمش رو بعدها بهتون نشون خواهم داد که چقدر این درخت پهن خواهد شد. ما باید درختامون رو سعی کنیم با جهت دادن و فرم دادن هرس از ارتفاعش کم بکنیم، به پهنای درخت اضافه کنیم. هر چقدر ما درخت رو به پهناش بیشتر اضافه بکنیم و هر چقدر ما مرکز درخت رو سعی بکنیم باز نگه داریم که نور بیشتر به مرکز درخت بتابه، وقتی که ما مرکز درخت رو خالی نکنیم، نور آفتاب به مرکز درخت نمیرسه، شاخه های داخلی درخت شروع میکنه به سیاه شدن و خراب شدن، و شاخه های بیرونی یه تعداد اندکی باقی میمونه که این مسئله باعث میشه که ما از یک درخت پیر و ناتوان برخوردار باشیم. یادمون باشه اگر جوانسازی درخت رو ما با هرس انجام بدیم، هم تعادل ریشه رو به وجود آوردیم، هم شاخه ها رو تعادلش رو به وجود آوردیم، هم باردهی درخت رو افزودیم. موفق و معید باشید.